کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید. شهریاران گمنام، تألیف احمد کسروی. احمد کسروی مورخ در این کتاب از سرگذشت سه خاندانی یاد می کند که پس از هجوم اعراب به ایران تأسیس یافته و نواحی بزرگی از ایران را از یوغ استعمار عباسیان به دور نگه داشتند. صفحه 33 پانویس: ما نوشتیم که کثیر در زمان عمر والی ری بود. اگر ابوالفرج اشتباه نکرده باشد، باید گفت کثیر دو دفعه به وادیگری ری آمده. ادامه متن: عبدالله ابن الحجاج شاعر معروف در سپاه او بود. یکی از دیلمان را کشته جامه از تنش بکند. کثیر آن جامه را از دست عبدالله بستد و فرمود صد تازیانه بروزده بندش کردند. عبدالله این شعرها را در زندان گفت: تو سائل و سلما ان ابیها صحابهو و قد قلقهو من کثیر حبائلی. توضیح مصحح: این مصرع مخدوش به نظر می رسد. ادامه متن: فلا تسألی عن الرفاق فانهو به ابهر لا غازن ولا هو غافلی. الست ضربت الدیلمی امامهم فجدلته فیه سنان و آملی. پانویس: اغانی، چاپ مصر، جلد 12، صفحات 27 و 28. باید دانست که بیت دوم این شعرها خالی از غلط نیست، همچنین کلمه آمل در بیت آخری گویا درست نباشد. ادامه متن میگوید: دخترم سلما از همسفران من سراغ پدر میگیرد و نمیداند که پدرش را کثیر بند کرده. ای دختر، سراغ مرا از یارانم مپرس، چه من در ابهرم که نه به غزوه مشغولم و نه اختیار برگشتن به وطن دارم. میگوید: مگر من نبودم که آن دیلمی را روبروی سپاه بر زمین انداخته بکشتم، یا آن که دست او نیزه و بود. عشا شاعر معروف همدان، یکی از عشیره های عرب، در زمان حجاج ابن یوسف به قزوین به جنگ دیلمان آمده اسیر افتاده بود و زمانی دراز در کوهستان دیلم در بند و زندان بود. این حال را در قصیده دراز و بس شیوایی یاد کرده که از جمله شعرهای پایین است.
اصبحت رهنن للعدات مکبلن امسی و اصبح فی الاداهم ارصفو بین القلیسم فالقبول فهامنن فالله زمینه و مزجعی متکنفو و جبال ویمت ما تزال منیفتن یا لیت ان جبال ویمت تنصفو. پانویس 1. ویمه نام باستان فیروزکوه هست. 2. نقل شده از اقانی جلد پنجم صفحه 139. ادامه متن. از اسیری خود شکایت کرده می گوید در دست دشمنان گرفتار و در بند و زنجیر هستم و هر شام و بامداد پای در زنجیر راه می روم. میانه قلیسم و قبول و هامن و لحظمین هستم و گرد خوابگاه مرا پیوسته فرو گرفتند. پانویس معلوم است که اینها جایهایی در دیلمستان بودند، چنان که نام قلیسم در جای دیگر نیز هست، ولی سه نام دیگر گویا خالی از تحریف نباشد. ادامه مت. کوههای ویمه یعنی فیروزکوه بلند و هویداست. ای کاش این کوه از هم می پاشید. ابودلف عجلی معروف که گفتیم والی جبال بود و پیوسته با دیلمان جنگ می کرد، مبرد در کتاب کامل خود شعرهای پایین را به نام وی نوشته. یوما یا یومون فی اوان سکت دومن لهوی و یومون فی قتال دیلمی هازا حلیف و قلائل مسکوتن مسکن و زافیتن کنزه الاندمی و لذاک خالصت دروعه و زمرن یک سوننا رهج القبار الاقتمی ولی یومهن الفضل لولا لذتون سبقت به تعن دیلمی المؤلمی. معنی آن که خوشی دو روز است، روزی که با زنان بطروی خوشگذرانی کنم و روزی که با دیلمان در ستیز باشم. آن روز جامعه مشکالود فراخ و قرمز رنگ می پوشم و این روز زره پوشیده بر اسبان لاغرمیان گردنگیز می نشینم. روز زنان بهتر و خوشتر بود اگر لذت کشتن دیلمان زره پوش نبود. صفحه 34 علویان و دیلمان. داستان علویان و عباسیان معروف است که علویان خلافت را حق خود دانسته یکی پس از دیگری بیرق دعوت می افراشتند و خلفای عباسی همیشه از دست ایشان در زحمت بودند. ایرانیان از نخست هواخواه علویان بودند، ولی به عبارت معروف لال حب علی بل لبغض معاویه. چه عمده مقصود ایرانیان آن بود که بنیاد عباسیان به دست علویان کنده شود تا مگر ایران نیز به استقلال خود برگردد، به ویژه دیلمان که آن همه دشمنی ها و خونریزی ها با تازیان کرده، یگانه آرزوی ایشان بود که بنیاد خلافت اسلامی عباسی به هر دستی که بود برانداخته شود. از آن سوی چون سختی و محکمی دیلمستان و دلیری و مردانگی دیلمان در سرتاسر عالم اسلام معروف شده بود، علویان نیز غنیمت می شمردند که از این سرزمین و مردمانش فایده بردارند و نخستین علوی که رابطه با دیلمان پیدا کرد یحیی بن عبدالله از نوادگان امام حسن بن علی بود که در سال 175 زمان خلیفه هارون الرشید پناه به دیلمستان آورده در آنجا بیرق خروج و دعوت برافراشت. دو برادر یحیی، محمد و ابراهیم، در زمان منصور یکی در مدینه و دیگری در بصره خروج کرده هر دو کشته شده بودند و منصور عبدالله پدر یحیی را با چند تن از عمویانش به زندان انداخته با شکنجه کشته بود و خود یحیی با دو برادرش همراه حسین صاحب فخ معروف بر هادی برادر هارون خروج کرده پس از کشته شدن حسین گریزان و پنهان زیسته از ترس هارون جایی آرام نداشت
تا پناه به دیلمستان آورد. ابوالفرج می نویسد جهت رفتن یحیی به دیلمستان آن بود که فضل برمکی که پدر او یحیی بن خالد وزیر هارون بود از نهانگاه یحیی آگاهی یافته نامه بدون نوشت که به دیلمستان پناه برد و نامه ها اینیز به خداوند دیلم که مرزبان نخستین یا پدر او جستان بوده نوشته سفارش یحیی را کرد. از این خبر میتوان دانست که دیلمان در این وقت با برمکیان و دیگر بزرگان هواخواهان استقلال ایران رابطه و آشنایی داشتند. طبری می نویسد یحیی چون در دیلمستان بیرق دعوت برافراشت شکوه بزرگی یافت و کار او بالا گرفت. از شهرها و ولایتها به سوی او شتافتند و چون این خبر به هارون رسید سخت غمناک شد. معلوم است که دو دشمن بزرگ خلافت یعنی علویان و دیلمان دست به هم داده بودند. اهمیت و بزرگی قضیه را از اینجا میتوان دانست که هارون همان فضل پسر یحیی را والیگری جبال و ری و گرگان و طبرستان و قومس و دماوند داده و 50,000 لشکر و مال و گنجینه فراوان به دفع یحیی فرستاد و همه بزرگان و سرکردگان سپاه را همراه او ساخت. ولی یحیی نه از دیلمان و دیلمستان و نه از پیروان انبوه که گرد او فراهم بودند فایده بردن نخواست و بیان که کار به جنگ بکشد از فضل زینهار و پیمان گرفته از کوهستان دیلم پایین آمد و همراه او به بغداد رفت و باقی داستان او در تاریخ ها معروف است. طبری نوشته که فضل برمکی چون با آن لشکر انبوه در نواحی ری نشیمن ساخت نامه های پیاپی به یحیی نوشت که دشمنی و نافرمانی را ترک گفته از دیلمستان بیرون آید و نامه های نیز به پادشاه دیلم نوشته 1,000,000 درهم به او وعده داد که یحیی را به ترک نافرمانی و بیرون آمدن از دیلمستان وادارد. پانویس تاریخ طبری حوادث سال 176 ادامه مت. ولی یعقوبی می نویسد که خلیفه هارون نامه به تهدید پادشاه دیلم نوشته بود. یحیی چون از آن نامه آگاه شد از فضل زینهار خواسته از دیلمستان بیرون آمد. پانویس یعقوبی چاپ بریل جزء دوم صفحه 492 ادامه مت. از دلیل‌های دیگر نیز معلوم است که یحیی به جهت اختلافی که میانه پیروانش پدید آمده بود از انجام کار خود بیمناک و خیشتن مایل به طلب زینهار از فضل و پایین آمدن از دیلمستان بوده وگرنه دیلمان یاری و پشتیبانی از او دریغ نمی کردند. چنان که در داستان علویان زیدی خواهیم دید که با آنکه در طبرستان خروج کرده بودند یاری عمده ایشان را دیلمان می کردند و هرگاه که یکی از ایشان ناچار به دیلمان پناه می برد این طایفه از نگهداری و پشتیبانی او دریغ نمی کردند. باری دیلمان اگرچه از همدستی با علویان به نتیجه ای که می خواستند نرسیدند، یعنی نتوانستند خلافت عباسیان را به دست علویان براندازند، ولی به آرزوی اصلی خود که آزادی ایران از یوغ فرمان روایی تازیان بود کامیاب شدند. چه این همدستی با علویان سرانجام آن شد که دیلمان اسلام پذیرفته از کوهستان خود که دو قرن و نیم محصور بودند بیرون آمده با مسلمانان درآمیختند و در اندک مدتی پادشاهان بزرگی از آنان برخواسته ایران و عراق را زیر فرمان خود درآوردند و در حقیقت از اواسط قرن چهارم که خاندانهای بویهیان و زیاریان و دیگر خاندانهای دیلمی بنیاد گذارده می شوند تا استیلای سلجوقیان کشور ایران آزادی و استقلال خود را داشت و از خلفا جز نامی در میان نبود. صفحه 37 گفتار نخستین جستانیان در دیلمستان.
دیلمان گویا در زمان ساسانیان و پیش از آن حکمرانانی از خود داشتند و در زمان اسلام که به یک بار مستقل و آزاد می زیستند بی گفتگوست که پادشاهانی میان ایشان بودند و باید گفت که پادشاهان بسیار دلیر و کاردان و هوشیاری بودند. موتا سپه سالار جنگ واجرود را نیز یاقوت پادشاه دیلم نگاشته است. پانویز معجم البلدان کلمه واجرود. ادامه متن. لیکن تا اواخر قرن دوم هجری هیچ گونه آگاهی از این پادشاهان نیست. با آنکه بهادری های عمده دیلمان در همان دو قرن نخستین و دومین اسلام بوده و جای همه گونه افسوس است که این یک دوره از زندگانی بهادرانه آن مردم در تاریکی می گذرد و تاریخ ایران نامونشان یک رشته از قهرمان های خود را به یک بار گم کرده است. اما در اواخر قرن دوم هجری خاندان جستان به عنوان پادشاهان دیلم در تاریخ‌های اسلام و در برخی تاریخ‌های فارسی نمایان می‌شوند و از این زمان تا اوایل قرن چهارم نامه‌های 7 یا 8 تن از پادشاهان این خاندان با کم و بیشی از داستان و سرگذشت هر یک از ایشان در دست است. پس از آن هم اگرچه شکوه و نیروی این خاندان از میان می‌رود و دیگر پادشاهی از ایشان با نام و نشان معروف نیست، ولی چنان که خواهیم دید هنوز تا سالیان دراز خاندان مذکور برپا و مختصر فرمانروایی در میان دیلمان داشتند. از آغاز کار جستانیان و چگونگی پیشینیان ایشان هیچ گونه آگاهی نیست و نتوان دانست که از کی پادشاهی دیلم یافتند. ولی از اواخر قرن دوم که گفتیم این خاندان در تاریخ ها نمایان می شوند، دیلمان حال دیگری پیدا کرده. این پادشاهان به همدستی علویان بیشتر از راه سیاست و تدبیر کینه از مسلمانان می جویند و در جنگ های خود به تاخت و چپاول بسنده نکرده، چنان که خواهیم دید به گشادن ری و قزوین و زنجان و این نواحی بسیار می کوشند. تختگاه جستانیان رودبار بود. پانویس استخری در مسالک الممالک و ابوسعد آوری در تاریخ ری چنان که یاقوت نقل از آن کرده تصریح کردند که کرسی دیلمان و تختگاه جستانیان رودبار بود و چون استخری در اوایل قرن چهارم و همروزگار جستانیان و ابوسعد از مردم نواحی ری وانگهی وزیر مجد الدوله و آشنا به دیلمان و دیلمستان بوده، نوشته ی هر دوی ایشان دارای اعتبار است و اینکه مقدسی می نویسد کرسی دیلمستان بروان نام داشت، چون خود او نیز دیر زمانی در میان دیلمان بوده نتوان نوشته ی او را نااستوار انگاشت و باید گفت بروان نام ناحیه و رودبار نام شهر یا برعکس این ترتیب بوده است. ادامه متن. اما سکه ای از ایشان باز نمانده، با آنکه در آن زمانها نه تنها پادشاهان مستقل بلکه حاکمان و والیان که برگماشته ی خلفا بودند سکه به نام خود می زدند. علت این کار گذشته از زندگانی ساده دیلمان که چندان دربند این گونه رسم ها نبودند، نداشتن سکه خانه در کوهستان دیلم است. چه در قرنهای نخستین اسلام بیشتر در شهرهایی سکه می زدند که از زمان ساسانیان سکه خانه در آنجا برپا بود و در دیلمستان معلوم است که در زمان ساسانیان نیز سکه زده نمی شد و سکه خانه ای در آنجا برپا نبود. صفحه 38 1. مرزبان پسر جستان. نخستین پادشاهی که از جستانیان معروف است مرزبان پسر جستان است در زمان خلیفه هارون الرشید. طبری در سال 189 که هارون به ری آمده بود می نویسد در این سال چون هارون به ری رسید، حسین خادم را روانه طبرستان کرده با او 3 زینهار نامه فرستاد، یکی برای شروین پدر قارن، دیگری برای وندا هرمز نیای مازیار، سیومی برای مرزبان
پسر جستان، خداوند دیلم. خداوند دیلم به ری آمده، خلیفه جامه و مال بدو بخشیده، برگردانید. وندهرمز نیز بی آمده، زینهار پذیرفت و فرمان برداری و باجگذاری از جانب خود و شروین به گردن گرفت. رشید او را برگردانیده، هرثمه را با وی فرستاد که پسر او و پسر شروین را به نوا به ری آورد. بیش از این خبری از مرزبان در دست نیست و در این خبر این نکته مهم است که هارون برخلاف پادشاهان تبرستان از مرزبان فرمان برداری و باجگذاری نخواست. معلوم است که از دیلمان جای چنین توقعی نبود و خلفا از ایشان به همین اندازه خرسند بودند که متعرض مسلمانان نشوند و بی گفتگوست که خواستن خلیفه مرزبان را پیش خود به قصد دلجویی بود که بلکه از این راه از گزند و آزار پیاپی آن گروه آسودگی یابند و از اینجا توان دانست که دیلمان در این وقت چه اهمیتی داشتند. پناه بردن یحیی بن عبدالله به کوهستان دیلم و داستان او که ما در پیش نوشته ایم نیز در زمان مرزبان یا زمان پدرش جستان بوده است. صفحه 39 2. جستان پسر مرزبان، جستان دوم. از او داستان و خبری در دست نیست جز این که طبری در سال 201 می نگارد: در این سال عبدالله پسر خردازبه که والی تبرستان بود، لازر و شیرز را از خاک دیلم بگشاده بر شهرهای اسلام افزود. کوهستان تبرستان نیز بگشاد و شهریار پسر شروین را از کوهستان خود پایین آورد و مازیار پسر قارن را به بغداد پیش مأمون آورد و ابولیلا پادشاه دیلم را بیان که زینهاری داده باشد دستگیر ساخت. در این خبر باید گفت مقصود از پادشاه دیلم جستان یا پدر او مرزبان است، چه در این زمانها پادشاهی برای دیلم جز ایشان سراغ نداریم، ولی نام ابولیلا برای پادشاه دیلم بسی شگفت است، زیرا دیلمان اگرچه نام لیلا برای مردان فراوان داشتند، لیکن کنیه درست کردن به رسم تازیان در میان ایشان از کجا مرسوم بوده؟ پانویس: نام ابولیلا برای مردان فراوان داشتند، یعنی نام بدین شکل فراوان داشتند، ولی درست معلوم نیست چطور تلفظ می کردند. ادامه متن: در صحت خبر نیز شک است، زیرا یعقوبی و بلازوری که به آن زمانها نزدیکتر از طبری بودند چنین خبری ننگاشتند. پانویس: در تاریخ‌های تبرستان هم خبری از والیگری پسر خردازبه نیست و رفتن مازیار را به بغداد پیش مأمون نیز به طور دیگر نوشتند. معلوم نیست طبری این خبر را از کجا گرفته. ادامه متن: طبری نیز نمی نویسد که کار پادشاه دیلم پس از گرفتاری به کجا انجامید، با آنکه چنین قضیه ای اگر راست بود همه گونه اهمیت داشته و همه ی مورخان آن را با شرح و تفصیل می نگاشتند. پانویس: لازر همان لاریجان کنونی و شیراز از نزدیکی های او بوده. گشادن این شهرها ممکن است درست باشد و شاید لیلا نامی هم بزرگ یا حکمران اینجاها بوده، مسلمانان دستگیرش کرده به غلط یا به دروغ پادشاه دیلمش خواندند و چون لیلا پیش تازیان نام زن است، نام او را نیز عوض کرده ابا لیلا خواندند. ادامه متن: صفحه 40 3. وحسودان پسر جستان. از او بیش از این خبری نیست که در سال 250 که داعی کبیر حسن ابن زید علوی در مازندران خروج کرد، وحسودان نیز که پادشاه دیلمان بود بیعت او پذیرفت. پانویس: طبری
حوادث سال 250. ادامه متن. و بیشتر یاری دایی را دیلمان می کردند، ولی سال دیگر وحسودان معلوم نیست به چه سببی از دایی برگشت و در این میان مرگ اونیز رسیده به درود زندگی گفت. ابن اسفندیار می نگارد: از ساری برنشست، مقصود داییست، و کوچ بر کوچ می رفت تا به چالوس. گفتند وحسودان ملک دیلمان از او برگردید. بعد روزی چند خبر وفات وحسودان به سید حسن رسید و 4000 دیلم به مرگ او پیش دایی حسن زید آمدند. پانویس نسخه اصل و یگانه ابن اسفندیار. چون این نسخه شماره صفحه ندارد، از این پس هر کجا نام آن ببریم شماره صفحه قید نخواهیم کرد. ادامه متن. 4. جستان پسر وحسودان، جستان سوم. معروف ترین پادشاه جستانی است و نزدیک 50 سال فرمان روایی کرده، با دایی کبیر و جانشینان او بیعت داشته. در همان سال 250 که پادشاهی یافت، پیش دایی فرستاده خواستار شد که دایی کسی را از نزدیکان خود همراه او سازد که ولایت ری را به نام دایی بگشایند. دایی احمد ابن عیسی و قاسم ابن علی نامان را از علویان به دیلمستان فرستاده، جستان همراه ایشان با حسن ابن احمد کوکبی که وی نیز از علویان بود و در دیلمستان میزیست، با لشکری از دیلمان به نواحی ری تاخته دست به تاراج و کشتار بگشادند. عامل ری از جانب طاهریان عبدالله ابن عزیز نامی بود، بگریخت و مردم ری ناگزیر 2000 درهم به علویان و جستان داده آشتی خواستند و شهر به دیشان سپردند. جستان احمد ابن عیسی را در آنجا گذارده خیشتن با کوکبی آهنگ قزوین کردند. پانویس نسخه اصل و یگانه ابن اسفندیار و تاریخ طبری، حوادث سال 252. از نوشته های طبری و بلازوری چنین برمی آید که این کوکبی که نام او را حسین یا حسن ابن احمد نگاشتند، خیشتن دایی مستقلی و در دیلمان بیرق دعوت برافراشته بود و جستان و دیلمان به نام او جنگ می کردند. بلکه طبری خروج او و گشادن قزوین و زنجان را در سال 251، یک سال پیش از پادشاهی یافتن جستان می نگارد. با این حال معلوم نیست این نوشته ابن اسفندیار که جستان از دایی کبیر نماینده خواست که قزوین و ری را به نام او بگشاید چه معنی دارد، مگر آنکه بگوییم برخلاف نوشته های بلازوری و طبری، کوکبی نیز از پیروان و بستگان دایی کبیر بوده. ادامه متن. ابن اسفندیار در اینجا می نویسد: نوشته احمد ابن عیسی و قاسم ابن علی که با جستان وحسودان بودند رسید به فتح ولایت ری و قزوین و ابهر و زنگان که ایشان را مسلم شد و همه دعوت را اجابت کردند، بیعت رفته. طبری نیز دست یافتن کوکبی را بر قزوین و زنجان می نگارد، ولی این شهرها بیش از چند ماه به دست علویان و دیلمان نبود و در اوایل سال 253 موسی پسر بقا از سرکردگان بزرگ خلیفه المعتز بالله با سپاه انبوهی از بغداد حرکت و در یک فرسخی قزوین با کوکبی و دیلمان جنگ کرده فیروزی یافت و قزوین را بگشاده از دنبال کوکبی به کوهستان دیلم تاخت و جنگ‌های سختی با دیلمان کرده از ایشان فراوان بکشت و همه جا ویرانی بسیار می کرد تا پس از مدتی به بغداد بازگشت. پانویس فتوح البلدان، بلازوری، صفحه 332. ادامه متن. طبری در سال 259
هجوم دیگر جستان بر قزوین و جنگ او را با محمد ابن فضل قزوینی و شکست جستان را می نگارد. پانویس: باید دانست که هر یک از پادشاهان جستانی را پسر جستان یا ابن جستان می نامیدند، چنانکه همین جستان را نیز ابن جستان نوشتند. ولی این خبر در تاریخ طبری بدین عبارت است: و فیها کانت وقعتون بین محمد ابن الفضل ابن سنان القزوینی و وحسودان ابن جستان الدیلمی، فهزم محمد ابن الفضل وحسودان. ابن عسیر نیز همین عبارت را از طبری برداشته، ولی باید گفت هر دوی این مؤلفان اشتباه کردند. چه وحسودان در سال 252 مرده بود و یا اصل خبر به نام ابن جستان بوده، طبری از همین کلمه دچار اشتباه شده و پنداشته که مقصود وحسودان است و تصرفی از پیش خود در عبارت کرده، با آنکه بیشک مقصود جستان است. ادامه مت: ظاهر آن است که این هجوم نیز به فرمان داعی کبیر و به نام او بوده، چه در سال دیگر یعنی سال 260 که طبری جنگ داعی را با یعقوب لیث صفار می نگارد، جستان را از یاران داعی می شمارد و پیداست که او در بیعت خود با داعی تا آخر پایدار و استوار بوده. در سال 270 که داعی کبیر به درود زندگی گفته، برادرش محمد به نام داعی صغیر جانشینی او یافت، جستان بیعت محمد نیز پذیرفت و بیشتر یاری او را نیز دیلمان می کردند. و چون در سال 276 رافع پسر هرثمه که از گردنکشان خراسان و در این وقت بسیار زورمند و توانا بود، لشکر به گرگان به جنگ محمد کشید و محمد ایستادگی نتوانسته به تبرستان گریخت و در آنجا نیز نه ایستاده به دیلمستان پناه برد و رافع به گرگان و تبرستان دست یافته، محمد ابن هارون نامی را با سپاهی در چالوس بنشاند. جستان دایی را نیک پذیرفته به یاری او برخاست و با لشکری از دیلمان به چالوس تاخته گرد محمد ابن هارون را فرو گرفتند. رافع خیشتن به جنگ ایشان شتافته، دایی و جستان به دیلمستان برگشتند. رافع از دنبال ایشان به دیلمستان در آمده خرابی بی اندازه کرد و دزی را از کیلکیانام که از بزرگان دیلم بود به شمشیر بگشاده، 3 ماه بیشتر در آن نواحی درنگ داشت و همه گونه ویرانی می کرد. جستان ناگزیر شده کسانی برای شفاعت پیش او فرستاد و سرانجام بدان قرار گرفت که جستان مالهای دایی را که پیش او بود به رافع بسپارد و پیمان بست که دید. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید.